سالی 100 دست لباس به اینا میدادیم. عرض بکنم که لباس طرز دادن لباس ها هم بدین نحو بود. با حاجی مقدم کارخانه بچه‌هاش پنیمان بودن، تلفن کردم که به این نماینده تو شارزا بگو که کاغذ من میفرستم، من 100 دست لباس میخوام هر سال و پولش دبیرستان میده. یعنی صندوق محسنین بی‌بضاعت یه صندوق خاصی بود، همه اشخاص مختلف می آمدن هدیه می کردن به این صندوق، مربوط به بودجه دبیرستان نبود. عرض کنم که شما دستور بدید به این نمایندتون که کاغذی که من دست پدر یه بچه میدم میاره اونجا، کاغذ از دستش بگیره، بعد روز دیگری پدر با بچهش بیاد اینجا برای اینکه رنگ پارچه رو اون بچه انتخاب کنه. ولی مبادا این بچه بفهمه که این لباس دبیرستان البرز میده، بایستی به نمایندتون بسپرید طوری عمل بکنه که این بچه تصور کنه که پدرش داره این هزینه رو میپردازه، نفهمه که دبیرستان البرز از این نشه میپردازه. 100 دست لباس میدادیم، البته شبان روزی های هم بودن که از اینها، از این آقایون بی‌بضاعت ها ایده زیادی پزشک، ایده زیادی قاضی، ایده زیادی معلم داریم. و حتی یکی رو به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، یکی از دوستانم معاون دانشگاه حقوق بود، آقای دکتر عزیزی که در پاریس در دوره تحصیلی با هم خیلی ارتباط نزدیک داشتیم، ایشون حقوق میخوند، من ماتماتیک، عرض کنم ریاضی، با هم دوست بودیم. ایشون یه روزی آمدن پدی من، گفتن یه شاگرد آوردم وسط برای کلاس اول. گفتم که دیر آوردید، من انتخاب کردم، 600 دفعه انتخاب کردم، طریقه انتخاب منم پدر مادرها انتخاب کردن و از روی معدل نمرات ابتدایی دیر آوردید. گفت آقا شما این، من پدرش آوردم، خودشم آوردم، اینی ببینید بعد هرچی میخواید بگید بگید. به مستقیم گفتم، آمد تو، دیدم که دو نفری پدر به مادر، پدر به پسر، اصلا جن پوش، لباس حسابی ندارن و وضعشون معلومه که خیلی بیچارن. گفتم عمو تو چی کاری؟ گفت من سپور خیابان سپه هستم. آقای دکتر عزیزی ضمن استادی دانشگاه حقوق، آدم فاضلی هم بوده، کارشناس بانک کشاورزی، از لحاظ حقوقی کارشناس بانک کشاورزی بود، بانک کشاورزی در خیابان سپه بود. این مردم چیز بود اونجا، خب سفور بود، به این جهت این بچه را آورد. من پرسیدم اسمت چیه؟ گفت که حالا اسمش اینجا نمیگم. اسمش گفت و من فورا یه یادداشت برداشتم نوشتم به رئیس شبان روزی آقای موسوی ماکویی، این آقا رو در شبان روزی به طور مجانن بپذیرید. کاغذ دادم دست دکتر عزیزی. دکتر عزیزی گفت آقا من روزانه خواستم، تو گفتی نمیپذیرم، حالا نوشتید در شبان روزی این برای مجانن تحصیل کنه، این برای من عجیب غریبه. گفتم آقای دکتر، این مردی که شما آوردید لابد 3-4 تا بچه داره، لابد یه اتاق بیشتر نداره. قصد شما آوردن از این بچه به دبیرستان البرز در کلاس اول اسم نوشتن با
برای به قصد تحصیل کردنه. خب این برای تحصیلش شب نباید مطالعه کنه، درسش رو یاد بگیره، با اون بچه ها با اون اجتماع در اون اتاق غیث‌پور چی جوری میتونه درسش یاد بگیره؟ من مزدی عاید من نمیشه، مزدی که من انتظار دارم موفقیت این بچه است، یه شخصیتی بشه. به این جهت نوشتم شبانروزی، این بره تو شبانروزی و در شبانروزی تحصیل بکنه، بمانه اونجا و تمام هزینه‌ش هم شبانروزی میپردازه و بنابراین مطمئناً موفق خواهد شد. دکتر عزیزی گفت که تعجب میکنم اینا، خلاصه این آقا رو فرستادیم شبانروزی و ایشون وقتی به کلاس ششم رسیدن، ششم رو تمام کردن، در مسابقه دانشجوی پزشکی موقع مسابقه بود، مسابقه مفصل مشکلی هم بود، نفر دوم شد. اون روزی که این خبر به من دادن، نمیتونید تصور کنید که من چقدر خوشحال و خودم خوشبخت میدیدم. تلفن کردم به رئیس دانشکده آقای دکتر جونشای سالی. قبل از این که تلفن کنم، حقیقتا جالبه. آقای جونشای سالی. بله. قبل از این بعدش عرض بکنم. به ایشون صداش کردم. یه جایزه بیش دادم. گفتم که شبانروزی دبیرستان البرز مختص محصلین دبیرستان البرزه، دانشجو اون تو نیست، ولی شما را استثناءً اونجا ما نگه می‌داریم. شما در سال مادامی که مشغول سال اول و دوم و سوم و چهارم دانشجوی پزشکی هستید، مسئول مراقبت محصلین در ساعت مطالعه، چون کلاس اول و دوم و سوم و چهارم شبانروزی مطالعه اجباری داشتن از 6 تا 8 تحت نظر یکی که از بی بضاعت هایی که دیپلم متخصصه بود. حقوق هم شما میدن، یه مقداری پول جیبی هم شما میدن، یه اتاق هم اختصاصا به شما میدن، دستیدی شما تا بال تو خوابگاه میخوابیدید. 4 سال اول دانشگاه پزشکی مسئول مطالعه هستید. وقتی پنجم رسیدید، بهداری شما اون روزی تحت نظر شماست، منتها شما تحت نظر دکتر شبانروزی. دکتر دستورات دکتر شبانروزی رو اجرا میکنید تا دانشگاه پزشکی رو تمام کنید. اون موقع به شما حقوق هم میدیم. به همین نحو این رسید به سال ششم دانشجوی پزشکی. وقتی سال ششم رسید، من با خبر شدم، آمد به من گفت، نمراتش هم همه ارسال می آورد به من نشون میداد. خودش باعث خوشحالی و حقیقتا شادمانی من می شد. خیلی خوشحال می شدم. وقتی به سال ششم رسید، من به رئیس دانشجوی پزشکی آقای دکتر جونشای ساله بود، به ایشون تلفن کردم که شما بورس آمریکا دارید؟ گفت برای کی میخوای؟ گفتم برای پسرم. گفت که پسرت در دانشگاه پزشکی نیست، اون همه محصلین میشناخت. گفتم هست، اشتباه میکنید، تا به حال من به شما معرفی نکردم، نگفتم، خودشم پلی شما نیامد. گفت آره دارم، میدم به ایشون. گفتم پس اسمشو یادداشت کنید. گفت اسمش مگه مشریدی نیست؟ گفتم نه، این پسر خانم منه از شوهر اول. اسمشو ده گفتم، بورسی بهش داد و ایشون آمدن به نیویورک. 4 سال ژینکولوژی
در نیویورک تحصیل کردم، تو بیمارستان‌ها کار کردم. روزی از بعد از 4 سال تقریبا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بود، تو حیاط مدرسه راه می‌رفتم، یه دفعه دیدم که این جوان پیدا شد. تایی رو دیدم، بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم خوشحالم از دو جهت. یکی این که شما حتما در تخصصتون پیشرفت کردید و دیگر این مملکت رو ول نکردید و در نیویورک جای بوم خوبی و مملکت منظم و مرتب نموندید. برای من ارزش فوق‌العاده‌ای دارید. خوشحالم که برگشتید که امثال خودت به امثال خودت کمک کنید. من از شما یه خواهشی دارم، اون اینه که در کار ژنکولوژی سعی کنید از بی‌ذات ها نهایت به اینا کمک کنید. از پول داره هر چی دلتون بخواد پول بگیرید. این اگه این کارو بکنید من خیلی راضی خواهم بود. آقا این آقای دکتر ژنکولوژ درجه اول تهران بود تا دو سال پیش، تا سه سال پیش. سه سال پیش به من تلفن کرد. من خیال کردم از تهران تلفن میکنه. گفتم از کجا تلفن میکنی دکتر؟ گفت من از مایو کلینیک تلفن میکنم. گفتم مایو کلینیک چی کار میکنی؟ گفت من آمدم به مایو کلینیک و در اینجا من خیال دارم بمانم. گفتم که اون بیچارهایی که در مملکت ما هستن تکلیفشون چی میشه؟ البته من دیگه بیش از این قدرت نداشتم جلوی این کار بگیرم. ایشون حالا در مایو کلینیک هستن و بردش قبلا گذرنده و مشغول کاره و یکی از پزشکان خوب مایو کلینیک. چه مزدی بالاتر از این، به استثنای اینکه ایشون تو مملکت خودمون نیستن و بیچاره های مملکتمون کمک نمی کنن، در خارج هستن. ولی خب این پسر یه سپور خیابان سپه که اگر این اعمالی که عرض کردم نشده بود، خب ایشون هم می شدن یه سپور خیابان خیام مثلا. و مزد معنوی فوق‌العاده‌ای عاید من شد.